رساله به عبرانیان، عبرانیان فصل اول. خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و براهای مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و با وسیله او همه عالم استی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. همانطور که مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی که به او داده شد از نام آنها برتر می باشد، زیرا خدا هرگز به هیچ یک از فرشتگان نگفته است که تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده ام، و یا من برای او پدر خواهم بود و او پسر من خواهد بود. و باز وقتی نخست زاده را به دنیا می فرستد می فرماید همه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. اما درباره فرشتگان می فرماید خدا فرشتگانش را به صورت باد و خادمانش را مثل شعله های آتش می گرداند. اما درباره پسر فرمود ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی. تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری. از این جهت خدا، یعنی خدای تو، تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مسح کرده است. و نیز تو ای خداوند، در ابتدا زمین را آفریدی و آسمان ها کار دستهای توست. آنها از میان خواهند رفت، اما تو باقی خواهی ماند. همه آنها مثل لباس کهنه خواهند شد. تو آنها را مانند ردایی به هم خواهی پیچید. آره، چون آنها مثل هر لباس تغییر خواهند کرد. اما تو همان هستی و سالهای تو پایان نخواهد داشت. خدا با کدام یک از فرشتگان خود هرگز گفته است به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو گردانم؟ پس فرشتگان چه هستند؟ همه آنها ارواحی هستند که خدا را خدمت می کنند و فرستاده می شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.